بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حضرت آقای سید هاشم حداد روحی فداه در سن 76 سالگی در ماه رمضان المبارک سنه 1404 هجریه قمریه در شهر کربلا موطن و مولد خود او از دنیا رحلت نمودند. بنابراین میلاد مسعودشان در سنه 1318 قمری خواهد بود. و چون حضرت آقا میرزا سید علی قاضی قدس الله تربته در 6 ربیع الاول سنه 1366 قمری رحلت نمودند، از اینجا به دست می آید که سن شریف آقای حداد در آن موقع 48 سال بوده است و اگر زمان تشرف و تتلمذ حضرت آقای حداد را در محضر حضرت آقای قاضی در 20 سالگی ایشان بدانیم، ایشان نیز مدت 28 سال از محضر مرحوم قاضی بهرمند بودند. و آقا حاج شیخ عباس می فرمودند من مجموعاً 13 سال محضر آقای قاضی را ادراک نمودم. و چون مرحوم سید حسن اصفهانی مسقطی که از اعاظم تلامذه مرحوم قاضی بوده و با حضرت آقای حداد سوابق ممتد و بسیار حسنه داشتند، در سنه 1350 رحلت می کنند، معلوم می شود که مرحوم آقا حاج سید هاشم 16 سال بیشتر از آن مرحوم از مرحوم قاضی کسب فیض نمودند. حالا چند سال آقای مسقطی از مرحوم قاضی کسب فیض نموده است؟ اگر 12 سال باشد، معلوم می شود که این دو رفیق طریق با هم در یک زمان خدمت مرحوم قاضی تشرف یافتند. و اگر کمتر از 12 سال باشد، بهره مرحوم حداد جلوتر بوده است. آقای حاج سید هاشم بسیار از آقا سید حسن مسقطی یاد می نمودند. و می فرمودند آتش قوی داشت و توحیدش عالی بود و در بحث و تدریس حکمت استاد بود و در مجادله چیره و تردست بود. کسی با او جرأت منازعه و بحث را نداشت، طرف را محکوم می‌کرد. وی در صحن مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف می‌نشست و طلاب را درس حکمت و عرفان می‌داد و چنان شور و هیجانی برپا نموده بود که با دروس متین و استوار خود روح توحید و خلوص و طهارت را در طلاب می‌دمید و آنان را از دنیا اعراض داده و به سوی عقبا و عالم توحید حق سوق می‌داد. اطرافیان مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی قدس سره به ایشان رساندند که اگر او به دروس خود ادامه دهد، حوزه علمیه را منقلب به حوزه توحیدی می نماید و همه طلاب را به عالم ربوبی حق و به حق عبودیت خود می رساند. لذا او تدریس علم حکمت الهی و عرفان را در نجف تحریم کرد و به آقا سید حسن هم امر کرد تا به مسقط برای تبلیغ و ترویج برود. آقا سید حسن ابدا میل نداشت از نجف اشرف خارج شود و فراق مرحوم قاضی برای وی از اشکال مشکلات بود. بنابراین به خدمت استاد خود آقای قاضی عرض کرد اجازه می‌فرمایید به درس ادامه دهم و اعتنایی به تحریم سید ننمایم و در این راه توحید مبارزه کنم؟ مرحوم آیت الله قاضی به او فرمودند طبق فرمان سید از نجف به سوی مسقط رهسپار شو، خداوند با توست و تو را در هر جا که باشی رهبری می‌کند. و
و به مطلوب غایی و نهایت راه سلوک و لازروه از قله توحید و معرفت میرساند. سید حسن که اصفهانی الاصل بوده و به اصفهانی مشهور بود به سوی مسقط راه افتاد و لحاظا وی را مسقطی گویند و در راه در میهمانخانه و مسافرخانه وارد نمی شد، در مسجد وارد می شد. چون به مسقط رسید چنان ترویج و تبلیغی نموده که تمام اهل مسقط را مؤمن و موحد ساخته و به راستی و صداقت و بی‌اعتنایی به زخارف مادی و تعینات سوری و اعتباری دعوت کرد و همه وی را به مرشد کل و هادی سبل شناختند و در برابر عظمت او عالم و جاهل و مردم عامی و خواص سر تسلیم فرود آوردند. او در اواخر عمر پیوسته با دو لباس احرام زندگی می نمود تا وی را از هند خواستند. او هم دعوت آنان را اجابت نموده و در راه مقصود رهسپار آن دیار گشت و باز در میان راه ها در مسافرخانه ها مسکن نمی گزید، بلکه در مساجد می رفت و بیتوته می نمود. در میان راه که بین دو شهر بود، چون می خواست از این شهر به آن شهر برود، با همان دو جامعه احرام در مسجد وی را یافتند که در حال سجده جان داده است. پاورقی حضرت آقای حاج سید محمد حسن قاضی ادام الله ایام برکاته آزاده مرحوم قاضی علی الله درجته فرمودند خبر رحلت مرحوم مسقطی را به آقا سید ابوالحسن اصفهانی تلگراف نموده بودند و ایشان هم پیام رحلت را توسط واسطه‌ای به مرحوم قاضی که در مدرسه هندی حجره داشتند اعلام کردند. من داخل صحن مدرسه بودم و علامه آقای سید محمد حسین طباطبایی و آقا شیخ محمد تقی آملی و غیره ما از شاگردان مرحوم قاضی نیز در صحن بودند. هیچ یک از آنها جرأت ننمود خبر ارتحال مسقطی را به حجره بالا به مرحوم قاضی برساند، زیرا می دانستند این خبر برای مرحوم قاضی با آن فرط علاقه به مسقطی غیر قابل تحمل است. لذا حضرت آقای حداد را اختیار نمودند که وی این خبر را برساند و چون آقای حداد این خبر را رسانید، مرحوم قاضی فرمودند می دانم. ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب عزم الخالق في انفسهم فصغر مدونه في اعينهم فهم والجنه كمن قد راها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد راها فهم فيها مؤدبون قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحه طویله تجاره مربحه یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها و اسرتهم ففدوا انفسهم منها اما الليل فصافون اقدامهم تالين الاجزاء القران يرتلونه ترتيلا يحزنون به انفسهم ويستثيرون به دواء ادائهم اگر زمان مرگ برای آنان مقدر نبود، خطبه تمام نهج البلاغه، اگر زمان مرگ برای آنان مقدر نبود و اجل معین برایشان نوشته نشده بود، به قدر برگشت شعاع نور چشم طرفت العین از شدت اشتیاق ثواب خدا و از فرط خوف عذاب خدا جانهایشان در کالبدهایشان استقرار نمیافت. خداوند خالق در نفوس آنها بزرگ جلوه نمود، بنابراین غیر خدا در دیدگانشان کوچک نمود. حال ایشان با بهشت
مانند کسی است که بهش را دیده باشد. بنابراین آنان در این بهش متنعم هستند و حال ایشان با آتش دوزخ به مانند حال کسی است که آتش دوزخ را دیده باشد. بنابراین آنان در این دوزخ معذبند. دلهایشان قصه‌دار است و از شرشان مردم در امانند. بدنهایشان نحیف و ضعیف و خواستهایشان سبک و کم قیمت و نفوسشان دارای عفت و طهارت است. چند روزی کوتاه در این تنگنای عالم ماده شکیبا بودند که در دنبال آن راحتی طولانی را بدرقه آنان نموده است. تجارتی سودمند که پروردگارشان برای آنان میسر و آسان گردانیده است. دنیا به سویشان روی آورد و آنها عالمان آمدن از دنیا اعراض نمودند و دنیا اسیرشان کرد. ایشان خود را از آن اسارت به واسطه پرداخت فدیه آزاد نمودند و چون شب درآید با قدم‌های استوار و ثابت به نماز آمده و گام‌هایشان را پهلوی هم به طور صف برای تلاوت اجزاء قرآن با تأمل و تفکر کامل مرتب و منظم می‌کنند. به واسطه خواندن قرآن جان‌هایشان را به حزن و غم و چاره‌جویی در می‌آورند و به واسطه قرآن دوای دردهایشان را از کمون نفس و مخفیگاه جانهایشان برانگیخته و در مقام علاج برمی آیند. تا می رسد به اینجا که حضرت امیر می فرماید ینظر الیهم الناظر و یحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض و یقول قد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. خطبه 191 نهج البلاغه خطبه هم امام و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محمد عبدو، جلد 1 صفحه 396. چون مردم بدان ها نگاه می کنند ایشان را مریض بندارند، در حالی که آنان ابدا مرضی ندارند و می گویند آنها دیوانه شده و در عقل هایشان خللی پیدا شده است. آری حقا و تحقیقا امر عظیمی با آنان در آمیخته است و امور اعتباری و مصلحت اندیشی های جزاف را از دستشان رو بوده است. فلهازا به نظر عامه مصلحت اندیش دیوانه می نمایند. آری حوزه نجف سید حسن مسقطی را بیرون می کند. اما سید حسن هر جا برود، در مسقط برود، در هند برود، در دریا برود، در صحرا برود، او با خداست و خدا با اوست. او ساجد است و راکع. او ملبس به لباس احرام است ظاهرن و باطنن. او در داخل عالم ولایت با ولی مطلق است.